در جلسه قبل ما با یه سری تنظیمات و شورتکات ها آشنا شدیم. توی این جلسه میخوام با مچ لدنس آشنا بشیم. ببینید، ما میتونیم با استفاده از این پنل صدامون رو نرمال کنیم، پیکامون رو تنظیم کنیم، برای مسترینگ میتونیم ازش استفاده کنیم و اینکه زمانی هستش که میخوایم فایل های صوتی رو با هم تطبیق بدیم، میتونیم بازم از این پنل استفاده کنیم. اگه مچ لدنس در این قسمت توی مدیا بروزر شما قرار داشت که خیلی راحت میتونین استفاده کنید ازش و مشکلی نداره. اما اگه وجود نداشت چی کار میتونیم بکنیم؟ روی ویندو میام، کلیک میکنم و تیک مچ لدنس رو انتخاب میکنم. میتونم کلید میام برای آلت 5 رو هم فشار بدم و خیلی راحت پنلم رو تو اینجا داشته باشم. خب همطور که شما میبینید یه سری گزینه ها اینجا وجود داره. گزینه اولمون اد فایل هستش. من میتونم روش کلیک کنم و حالا فایل های صوتی که مورد نظرم هست رو اینجا انتخاب کنم. برای اینکه خیلی راحت از این قسمت بالا فایل های صوتیم رو پایین بیارم. به همین راحتی که میبینید. گزینه بعدی Remove Select File هستش. یعنی من اگر روی هر کدوم از این فایل هام کلیک کنم خیلی راحت میتونم بعدش روی این گزینه برم و اون رو ریموف کنم. زمانی که من دارم این کار رو انجام میدم، یعنی اون رو فایلم رو ریموف میکنم، فقط از قسمت مچ لدنس من خارج میشه و ریموف میشه. توی خود نرم افزار من همچنان وجود داره. گزینه بعدی تمامی فایل های شما رو ریموف میکنه. اگه من یکم این حالا زبانم رو تکون بدم، شما میبینید که یک سری پارامترها اینجا وجود داره که در واقع راجع به ویژگی های فایل صوتی من هستش. شما میبینید که اینا فعلا خالی هم. اگه من این گزینه رو روش برم و بر روش کلیک کنم، میبینید که اونها آنالیز میشن و برای من نمایش داده میشن. اینکه حالا لدنسش چقدره، اینکه حالا پیک هامون چقدرن، توتال هامون چقدرن، همه اینها رو به ما نمایش میده. گزینه آخر هم مچ لدنس سیتینگ هست. یعنی شما میتونین تنظیمات رو توی لدنستون داشته باشین، روی اون رسایی صداتون داشته باشین، که البته مچ کردن فقط مخصوص لدنس نیست. شما تو اینجا ITU رو میبینین، توتال RMS رو میبینین، پیک امپلیتود رو میبینین و میتونین حالا با توجه به اون حالا نیازی که دارین و تغییراتی که میخواین رو خیلی راحت اعمال کنین. ببینید تارگت لدنس داره به ما چی میگه؟ داره میگه که یک محدوده ای رو، یک هدفی رو برای رسایی صدا داشته باشیم تا یه مقداری اون رو کنترل کنیم. اینجا منفی 23 هستش. مثلا من میتونم اون رو بذارم منفی مثلا 18. یا هر مقداری که شما فکر میکنید که برای فایل صوتی که داریم بهتره. این تماما بستگی به این داره که شما توی فایل صوتیتون بخواید چه کاری انجام بدین و چه تغییراتی رو داشته باشین. من یه سری تغییرات رو اعمال میکنم که شما متوجه بشید که به چه دردی میخوره و چطور میتونیم ازش استفاده کنیم. شما تو اینجا یوز لیمیتینگ رو میبینید. یوز لیمیتینگ چی هستش؟ در واقع یوز لیمیتینگ یکی از کنترل کننده داینامیک رنج ما هستش که روی فرکانس ها کار میکنه. ما زمانی که داریم ازش استفاده میکنیم در واقع این رو بهش میگیم که سطح صدای ما در یک چارچوبی باشه و از یک جای به بعد دیگه بالاتر نره. پارامترهایی که داره یکیش لوک آهاد تایم هستش و دیگری ریلیز تایم هستش. آهاد تایم چی کار میکنه؟ در واقع میاد بلندی صدای ما رو تعدیل میکنه و ریلیز تایم زمانی که سیگنال ما لیمیتر روش اثر گذاشت دوباره میاد اون رو به حالت اولیه برمیگردونه. خب من میتونم اینا رو عوض کنم. مثلا میتونم این رو 17 بذارم. این رو 178 بذارم. یا هر چیز دیگه. توی قسمت پایین شما اکسپورت رو هم میبینید. یعنی شما میتونید خروجی بگیرید از حالا تغییراتی که اعمال کردید. اگه من این تیک رو بردارم میبینید که اکسپورت سیتینگ هم دیگه کار نمیکنه. خب من این تیک رو فعال میکنم. زمانی که روی اکسپورت سیتینگ هم میرم یک کادر محاوره برای من باز میشه که دو تا گزینه داره. یکی این که حالت تمپلیتش هست و یکی پریفیکس و پست فیکس که شما میتونید هر چیزی که دوست دارین بذارین. مثلا میتونید از حروف استفاده کنید، میتونید از اعداد استفاده کنید یا هر چیز دیگه. توی قسمت لوکیشن هم شما میتونید لوکیشن مورد نظرتون رو بذارین. مثلا من میتونم روی همین لوکیشن هم باشه، یا اینکه مثلا روی سیم از سورس بذارم، یا اینکه بگم روی خود فایلم این رو بنویس و بذار.
گزینه بعدی فرمت هستش که قبلا راجع به اون مفصل صحبت کردیم و شما خیلی راحت میتونید فرمت مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و ازش استفاده کنید. توی قسمت سامپل تایم اگه من بخوام تغییراتی رو توش داشته باشم روی چنج میرم، کادر محاوره برای من باز میشه و طبق اون توضیحاتی که بهتون دادم اینکه فایلتون چی هست با چه کیفیتی میخواید میتونین تمامی این تنظیمات رو داشته باشین. بیت دپ هم داره، چنل هم داره و میتونین اونها رو تغییر بدین، هیچ محدودیتی نداره. بقیش هم که داره حالا تنظیمات شما رو بهتون نشون میده. قبل از اینکه من بخوام ازش اکسپورت بگیرم میتونم تغییرات رو اینجا که حالا من اعمال کردم ران رو بزنم. زمانی که من این کارو کردم میبینید که یه سری تغییرات رو توش اعمال کرد. حالا تغییرات من خیلی شبیه به این بود. میتونم یکم بیشترش کنم. مثلا اینو بذارم منفی 40 و ران رو بزنم. میبینید که سطح صدای من چقدر پایین اومد. اصلا ممکنه شما بگین که خب این همون صدایی هستش که من دوست دارم، یا این که بگین نه من همچین چیزی رو نمیخوام. پس کنترل زد میزنم و حالا تفاوت رو شما احساس کنید که چقدر تغییر کرد. پس ما گفتیم که با توجه به نیاز خودمون این تنظیمات رو انجام میدیم. حالا روی اکسپورت میام، پریفیکس و پوستفیکس هم که قبلا نوشتم، لوکیشن هم هم انتخاب کردم و اوکی رو میزنم. ببینید فایلی که من داشتم فایل اگزه بود، یعنی اونجایی که آوردم اینجا بود. و شما میبینید که چون سه تا فایلم توی اونجا وجود داشت از سه تا فایلم اکسپورت گرفته که حالا یکیش ویوه، یکیش پیکایفه و حالتهای مختلفی برام در نظر گرفت. و من میتونم رو پاک کنم، به دردم نمیخوره، همینطور فقط برای اینکه شما متوجه بشین رو من اکسپورت گرفتم. علاوه بر اون شما میتونید با توجه به نیازتون مثلا بیاین تمپلیت رو انتخاب کنین و حالا هر کدوم از این مواردی که میخواین رو بزنین. بعد از اینکه اوکی رو زدین تغییرات برای شما اعمال میشه و اون رو توی یک پوشه براتون قرار میده. پس شما با توجه به نوع کاری که دارین میتونید تغییرات خودتون رو اعمال کنین، میتونید تنظیمات رو روی مچلدنس که حالا رسایی صدا هست در نظر بگیرید. ببینید تنها توی این قسمت مشتو رسایی صدامون یا همون لدنسمون نیست. شما میتونید مثلا پیک امپلیتوتمون رو هم تغییر بدین. میتونید تیو هم تغییر بدین. توتال آر ام اس رو هم تغییر بدین و تمامی اینها با توجه به نوع نیاز خودتونه. پس تا اینجا ما یاد گرفتیم که چطور میتونیم صدای خودمون رو نرمالیت کنیم و یا با توجه به نیاز خودمون صدامون رو تغییر بدیم. در جلسه بعد میخوام شما رو با افکت های بیشتری توی نرم افزار ادیشن آشنا کنم.